بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه شامگاهی اخبار میپردازیم به برنامه اختصاصی تفسیر خبر که میکوشد با تجزیه و تحلیل زوایای گوناگون برخی از مهمترین رویدادهای روز که در طی 24 ساعت گذشته مورد توجه اکثر رسانه‌های معتبر جهان قرار داشته است، تصویر کاملتری از وقایع روز را در اختیار بیننده تلویزیون تن قرار دهد. اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می‌کنم که می‌پردازد به بررسی اوضاع سیاسی در ایران در مطلبی تحت عنوان احمدی نژاد احتمالاً استعفا می‌دهد. رابرت فیکس، روزنامه‌نگار مشهور بریتانیایی که در تهران به سر می‌برد، گزارش تازه‌ای از آخرین تحولات ایران را داده است. وی در یادداشتی که در روزنامه ایندیپندنت منتشر شده می‌نویسد، محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در ایران غیر قابل پیش بینی است. او ممکن است ظرف روزهای آینده به دلیل افزایش بحران سیاسی داخلی ایران که شدیدتر از تحولات پس از انتخابات شده است، مجبور به استعفا شود. بحرانی که به دلیل نزدیکی بسیاری احمدی نژاد معاونش اسفندیار رحیم مشایی به وجود آمده تا به آنجا که به اختلافات عمیق وی با آیت الله خامنه ای منجر شده است. فیسک در ادامه یادداشتش به دستگیری‌های گسترده‌ای که در میان اطرافیان احمدی نژاد انجام شده اشاره می‌کند و می‌نویسد این روزها فضای سیاسی ایران روز به روز بیشتر ملتهب می‌شود، چرا که دستگیری‌ها در حلقه اطرافیان احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی به آنجا رسیده است که معاون مستعفی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران که تحت فشار مخالفان هفته گذشته از سمت خود استعفا داد دستگیر شده است. با این حال احمدی نژاد تاکنون نسبت به تمامی این دستگیری ها سکوت اختیار کرده است. این روزنامه بریتانیایی در بخش دیگری از یادداشتش می نویسد بزرگترین مشکل احمدی نژاد رحیم مشایی است، مردی که دخترش را به عقد پسر رئیس جمهور ایران درآورده است. مشایی حال در دفتر احمدی نژاد مستقر است و حمایت های خود را از او در درون دفتر ریاست جمهوری انجام می دهد. در این میان یک بار احمدی نژاد قصد داشت او را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند، ولی به دلیل فشارهای سیاسی نتوانست او را به این سمت منصوب کند. این مقاله در ادامه می نویسد به اعتقاد بسیاری از جمله رقبای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 2005 و 2009 وی از پتانسیل لازم برای رهبری یک جریان سیاسی برخوردار نیست و این مسئله باعث می شود که نتواند در بسیاری از مواقع خواسته هایش را آنطور که می خواهد پیش ببرد. ولی احمدی نژاد باور دارد که مورد حمایت مردم فرودست جامعه یعنی روستایی ها، شهرهای کوچک و شهرستان هاست و این همان مسئله است که باعث شده از او رئیس جمهوری متفاوت با دیگر رؤسای جمهوری ایران به وجود آید و برای همین هم است که طرفدارانش به او رئیس جمهوری مردمی میگویند. به نوشته این مقاله اما با آمدن رحیم مشایی به دفتر ریاست جمهوری که به طور سنتی در رأس امور اجرایی ایران است اوضاع فرق کرد، چرا که مشایی صحبت‌هایی می‌کرد که جریان محافظه‌کار ایران چندان از این اظهارات خوششان نمی‌آمد. مثلا یک بار گفت ایران با اسرائیل دشمن است ولی با مردم اسرائیل نه. همچنین رابطه مشایی با علمای سنتی قوم نیز چندان حسنه نیست و علاوه بر این در طول زمانی که ریاست سازمان میراث فرهنگی ایران را بر عهده داشت به واسطه مدیریت نامناسب پرونده‌های مالی نتوانست سابقه خوبی از خود به جای بگذارد. رابرت فیسک در ادامه می نویسد با این حال در تمامی این دوران مشایی از احمدی نژاد جدا نشد و در طی 4 سال اول دوره ریاست جمهوری او و پس از این نزدیکترین فرد به احمدی نژاد محسوب می شود و این نزدیکی تا آن حال پیش رفته است که برخی می گویند مشایی مرجع احمدی نژاد است.
با این حال بسیاری گمان می‌کردند که احمدی نژاد تحت فشارهای بسیار مجبور شود مشاعی را کنار بگذارد، ولی وی نه تنها تاکنون دست به چنین کاری نزده است، بلکه هر کسی که در کابینه از مشاعی کوچکترین انتقادی کند فوراً بر کنار می‌شود. و اینکه این مسائل باعث شده تا شخصی مثل آیت الله مصباح یزدی در ایران بگوید مشاعی احمدی نژاد را طلسم کرده، چرا که به طور غیر طبیعی تحت کنترل اوست. این مقاله در پایان می نویسد در شرایطی که فشارها به رئیس جمهوری بی امان افزایش می یابد، انتظار می رود که در نهایت رئیس جمهور این فشارها را به دیگران منتقل کند، چرا که در غیر این صورت اگر کاری نکند دشمنی ها علیه او افزایش می یابد. و از این روز که بسیار سند عاقبت احمدی نژاد به کجا ختم خواهد شد، و این در حالی است که احمدی نژاد در حال حاضر تلاش می کند در برابر اتفاقاتی که علیه او و مشایی می افتد حرفی نزند، اما برخی میگویند که یه روزهای آینده ممکن است اتفاقات بسیاری بیفتد، اگرچه شاید دیر شده باشد. بینندگان عزیز، با اعلام پایان مشروح اخبار و تفسیر خبر و ضمن خداحافظی و با آرزوی بهترین ها برای یکایک شما عزیزان، از طرف خودم و همکارانم در واحد خبر از شما تشکر میکنم که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید. شاد باشید. شب خوش. تفسیر خبر شامگاهی تلویزیون جهانی تن با شهرام شهرامیان.